خیلی خوبه. حالم خیلی گرفته است، قرنیه پیمان بزنی. خیلی یه جوری هم میگم، فکر نمیکردم اینقدر قضیه جدی بشه. سلام بچه‌ها، چطوری؟ خب امروز میخوام برم چشم پزشکی. من چشام ضعیفه، یعنی اینجوری هم که فاصله دور رو نمیتونم خوب ببینم، نزدیک اوکیه ها. معمولا هم زیاد عینک به چشم نمیزنم، فقط موقعی که اون موقع دانشگاه میرفتم یا مدرسه میرفتم عینک میزدم، چون چش راستم اوکیه، خیلی درصد کمی ضعیفه، ولی چش چپم آستیگماتش آخرین بار 2.5 بود. بعد امروز دوباره میخوام چکاپ که حالا شماره چشم رو بگیرم برم عینک جدید بگیرم. بعد دیگه فکر کنم آخرین باری که رفتم چکاپ قشنگ شاید یه چند وقت قبل اینکه کرونا بیاد بود، خیلی وقت پیش بود. بعد همون موقع هم دیگه تنبلی کردم نرفتم عینک بگیرم. عینک قبلی هم هستن ها، ولی خب باید تونتونتر برم چکاپ، چون ممکنه شماره چش عوض بشه. بعد هیچی دیگه، امروز بالاخره تصمیم گرفتم که برم ببینم چجوری میشه دیگه. حالا دارم میرم، اگه بشه کاش بتونم همین امروز هم سریع برم عینک بخرم که دیگه روزو رفتم بیرون همه کارامو انجام بدم دیگه بیام خونه. دیگه لازم نباشه دوباره یه روز بخوام واسه عینک برم بیرون. بعد اصلا با اینکه حالا میگم چش چپم آستیگماتش 2.5، ولی اصلا اینجوری نیستش که اذیت شم وقتی عینک نمیزنم. خیلی کم عینک میزنم، اونم مواقعی که اگه بخوام مثلا تو تلویزیون یه چیزی نگاه کنم، چون فاصله باز یه ذره دوره میبینم ها، ولی نمیچسبه انگار به آدم. حتما باید آدم عینک بزنه که با جزئیات قشنگ بتونه ببینه، واسه همین اونجور مواقع معمولا عینک میزنم. حالت عادی اصلا نمیزنم، یا اگه بخوام یه چیزی بنویسم اونم نزدیک و اوکی اما، ولی باز عینک میزنم تمرکزم انگار بیشتره موقعی که بخوام یه کاری مثلا انجام بدم که نیاز داره دقت کنم، عینک رو بزنم اوکی تره. موهام هم دیشب از حموم اومدم، الان شونه نکردم، الان شونه کنم تا گره نخورده بیشتر از این. دیشب جوشونده رزماری درست کردم، چون خیلی وقت بود می‌خواستم جوشونده رزماری، خیلی مثلا اینکه خوبه واسه موها، واسه هم ریزش، همین که دوباره موهاتون مثلا در بیاد موهایی که ریخته و اینا. موهام چون اینجوری شده خیلی میگن خوبه، منتها حتما بعد شما تو زمستون بزنین، چون تبش خیلی گرمه و اینکه باید دیگه امتحان کنید دیگه، ببینید آیا به تب سرتون میخوره یا نه، چون اگه نسازه به سرتون ممکنه ریزشتون رو بدتر کنه. منتها نوشته بود که اگه حالا زدید حس کردید خیلی سرتون داغ کرده یا شروع کرد به خارش، بشوریدش، یعنی نمیسازه به سرتون. منتها من هیچ علائمی نداشت، خیلی اوکی بود، فکر کنم اوکیه، میسازه، میتونم استفاده کنم. حالا یه مدت استفاده میکنم ببینم چه جوریه، چون که یه ذره اینجاهای مثلا این قسمت ها حس میکنم، اینجاهای موهام حس میکنم مثلا ریخته خالی شده. گفتم که حالا مثلا رزماری اینو بزنم ببینم چه جوری میشه. کاشین لطفو در حق خودم بکنم، من موهامو شونم. اون روز رفتم انقلاب، اینا رو گرفتم، اون خودآموزه که میخواستم عکسش رو اینجا میذارم، اونو پیدا نکردم، اصلا نبود. حالا اگه آنلاین پیدا کردم شاید بگیرمش، ولی اینم مثلا که خیلی خوبه، اینو گرفتم. بعد یه دونم دفتر بنفش گرفتم که مثلا دیگه انگیزه داشته باشم میخوام زبان کره‌ای بخونم. حالا بذارید الان باز میخوام نشونتون بدم. Thank you.
الان فردای دیروزه که دیدید، دیروز هم چشم پزشکی، بعد فکر نمی کردم که اینقدر معطلی داشته باشه و مثلا یه چکاپ ساده است، حالا میرم زود تموم میشه مثلا میام. بعد رفتم اونجا، یه دو مرحله داشت واسه یه مثلا چکاپ. اینجوری بود که حالا اول اپتومتریست نگاه میکرد چشو، شماره عینک و اینا رو واسه مینویس تشخیص میداد حالا چه جوری و اینا، بعد من میرفتی پیش یه دکتر متخصص چشم. هیچی، حالا این مرحله راحت تموم شد و اینا، رفتیم پیش یه متخصص چشم. من فکر نمیکردم قضیه بخواد انقدر جدی بشه. رفتیم اونجا، چشم نگاه کرد، هم من و هم بیتا رو، بعد گفتش که برید عکس بگیرید از چشتون. بعد گفت حس میکنم که ممکنه، حالا من اسم این چیزو تا حالا نشنیده بودم، قوز قرنیه. بعد اینجوری بود که آره برید عکس بگیرید بیارید من ببینم. بعد هیچی، با بیتا رفتیم، گفت برید طبقه بالا عکس بگیرید. رفتیم عکس گرفتیم، بعد اومدیم دادیم دکتر نگاه کرد، بعد اینجوری که گفتش که خیلی کمه. بعد بگشت من گفتم یعنی خب کمه یعنی چی مثلا، یعنی چی میشه مثلا. بعد اینجوری کرد، گفتش که یعنی مثلا این زخامت قوز قرنیه کلا اینجوریه که یعنی زخامت این قرنیه چش هی کمتر و کمتر میشه، اینجوریه که در اثر کم بودن این زخامته که نازک میشه میتونه تغییر شکل بده. حالا تو دو حالت ممکنه اتفاق بیفته، یکی اینکه حالا بیش از حد اینجوری چشتو مثلا عادت داشته باشی به مالی، یا اینکه ارثی باشه که من حدس میزنم ارثی باشه، چون هم من هم بیتا دکتر گفتش که قوز قرنیه داریم. بعد آره دیگه، دیرو تا حالا اصلا واقعا حالم خیلی گرفته است. میگم فکر نمیکنم، گفتم حالا میخوام برم چکاپ ساده است دیگه، مثلا فهم خواستم برم شماره یه چشم رو چیز کنم که برم عینک بگیرم، چون خیلی تنبلی میکردم این چند وقته. من حالا موقع که مدرسه میرفتم یا دانشگاه میرفتم همیشه عینک میزدم، ولی دیگه بعد از دانشگاه رسما میتونم بگم مثلا عینک نمیزدم، مگه اینکه بخوام تلویزیون نگاه کنم یا یه کاری انجام بدم که نیاز به تمرکز داشت مثلا عینک میزدم، نمیزدم عینک. بعد حالا فقط به صرف اینکه گفتم برم یه عینک حالا دوباره بگیرم مثلا عینکمو عوض کنم، چون عینک قبلیامو خوشم نمیومد که اونا رو مثلا بزنم، واسه این رفتم. مثلا فکر نمی‌کردم قضیه انقدر. بعد چش چپم قبلا آستیگمات بود، الان جفت چشام آستیگمات شده و شمارهشون بالاست. بعد آره دکتر بهم گفتش که 4 ماه یک بار باید بیاین حتما چکاپ دوباره که روند پیشرفتشو ببینه که مثلا کمتر میشه یا نه این زخامت قرنیه. بعد یه بعدی داره اینه که اگه قوز قرنیه داشته باشین نمیتونین چشتون رو عمل کنین، چون ممکنه قرنیه سوراخ بشه. کسی که قوز قرنیه داره معمولا ممکنه نتونه چشش رو مثلا حالا لیزر کنه یا عمل کنه و اینا. از اون طرف اگه قضیه خیلی حاد بشه مجبور میشی که قرنیه پیوند بزنی. آره دیگه، خلاصه من از دیروز تا حالا واقعا حالم گرفته است، اصلا خیلی یه جوری هم یعنی فکر نمی کردم اینقدر قضیه جدی بشه. واقعا که چشتون ضعیفه قضیه رو جدی بگیرید، عینک بزنید، مثل من تنبلی نکنین. چون دکتر تام دید چشم ها اینجور که گوه عینک نمیزنی نه، گفتم که نه. بعد گفتش که خب دیگه بزن، گوه حداقلش مثلا حالا یه فیلم مثلا فیلم تلویزیون میخوای ببینی یه سری چیزا رو میخوای بکنی عینک بزن، یا با گوشی کار میکنی، چون نمیزدم مثلا. بعد اینم بگم که حواستون باشه، حالا اگه چشتون ضعیفه یا حتی اگه چشتون ضعیف نیست سعی کنید خیلی اینجوری با چشتون مثلا چشتون رو نمالین، چون یکی از دلایلش ممکنه این باشه که قوز قرنیه بگیرین. آره دیگه نمیدونم این دیگه چی بود، از کجا پیدا شد. ولی آره میگم من میگم عینک نمیزدم خب، ولی اصلا اونقدر قضیه حاد نبود برام. دورو مثلا حالا خیلی با جزئیات نمیتونم ببینم، ولی اصلا اونجوری نبود که دیدم خیلی بخواد بد باشه و مثلا اذیتم بکنه، سر همین مثلا عینک نمیزدم. بعد دیگه از دیروز تا حالا که اومدم از الان خواستم ویدیو بگیرم عینک رو درآوردم، از دیروز تا حالا اصلا حالا یکی از عینکامه، چون فریمش خوبه محکمه و چیزه. تا حالا برم عینک بگیرم
اینو دارم میزنم، گرچه به هم نمیاد، خیلی رو اعصابمه، ولی مجبورم بزنم. اشالا فعلا میگم از دیروز تا حالا این رو چشمه تا برم عینک بگیرم حتما. اوف یعنی خیلی حسه یه جوریه، یعنی از دیروز تا حالا میترسم دست به چشم بزنم، مثلا صورتمو میخواستم بشورم، خب آدم صورتشو میشوره اینجوری چششو مثلا چیز میکنه. از دیروز تا حالا میگم آدم یه چیزی رو انگار ندونه خیلی راحت تره واسهش تا اینکه مثلا بدونه بیشتر روش انگار حساس میشه. قشنگ از دیروز تا حالا من این شکلی هم که اخ تا دستم به چشم میخوره اعصابم خورد میشه که وای بز دستم به چشم، یه حالت ترسی آدم داره. آره دیگه نمیدونم، میگم من تا حالا نشیده بودم این قضیه قوز قرنیه رو. چه اسمی هم داره واقعا. حالا اگه نمیدونم تو اطرافیانتون کسی اینجوری هست، خودتون اینجوری بنویسین، من یه ذره این حس چیزام احساس تنهایی نکنم. باز با بیتا امروز دیروز داشتم گفتم بیتا حالا خوبه جفتمون اینجوری زیاد احساس تنهایی نکنم، چون بیتا هم این شکلی بود، گفتم آره خوبه حالا جفتمون اینجوری یکیمون نیستش، خیلی یه جوری میشد اگه یکیمون این شکلی بود، خواهر بدجنس. بعد آره دیگه همین. مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین دیگه. خیلی مراقب خودتون باشین. خدافظ.